ای ولادت امام مهدی ندانی شاید این بیاید شب ده سالگی به حوزه رفتم و عمامه پوشیدم ایمان داشتم به فکر امامیه اثنا و صد <applause> کتاب کندم به این نقاط من رسیدم که امام مهدی تولد نشده و امامت هم نظریه اهل بیت نیست شعیان بعد از امام حسن عسکری هیچ چی ندیدن مگر یه فرقه از چارده فرقه به نام دلیل را نداشتن علمای شیعه و زکا میگیرن از مردم میترسن که بگن درست نیست ولی که پولشون قطع میشه اصلا ائمه اهل بیت ایمان به نظریه امامت الهی ندارد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما زنی بیننده شاهد برنامه تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه هستید میهمان این برنامه استاد احمد الکاتب کربلایی شخصی که کسی که در واقع سابق خود باور امامت الهی حضرت علی و فرزندان حضرت علی رو داشت و همچنین انتقاد به ولایت فقیه و امام زمان رو داشت اما با تحقیق و بررسی به نتیجه رسید که این اعتقاد و این باورها بعدها به اهل بیت نسبت داده شده و هیچ دلیل عقلی و نس... هیچ دلیل نصیه قانع کننده ای در این باب وجود نداره تکامل فکر فکر از شورای ولایت فقیه یکی از آثار ارزنده استاد احمد الکاتب هست که امروز وجود داره نام این برنامه در واقع برگرفته از نام کتاب ایشون هست که در این باره با ایشون گفتی گو خواهیم کرد سلام علیکم و رحمت الله صاد و علیکم السلام و رحمت الله بسیار ممنون صاد احمد بحث بسیار جالبی است به خصوص برای طلاب حوزه های علمیه و دانشجان و اساتید دانشگاه که در مباحث فکری میخوان در این باره تحقیق کنن میتونه شاه کلیدی باشه برای وارد شدن به مباحث دینی مهم رسیدیم بحث اسمت امام صحبت شد بحث گفتیم که خب دلیلی بر اسمت امام وجود نداشت یک روایات کلی انما یرید الله و غیر زالک هست بعد از اون گفتن خب حتما وسیعت باشه نست, نست که وجود نداشت نمیتونم و اینطور گره های وجود داشت که اینها با این گره ها دستبندی نرمی کردن چه نست قانع کننده اینها داشتن برای جانشینی یا وسیعت حضرت علی فرزندان حضرت علی میتونه جواب گو باشه؟ در بحث قبلی گفتیم که اول اول یعنی گفتن که پیغمبر نست کرد بعد امام علی بله بعد بعد از امام علی چی میشه این مشکلی بزرگی بود پس گفتن اگر نسل داریم به وصیت عادی عمل میکنیم درسته و برخلاف دیدگاه کیسانیان درسته که دلیل مشروعیت و حقانیت امام علی را علیه السلام وصیت پیامبر میدانستن وصیت عادی نستی بر امام علی ایمان نداشتن به نمی گفتن که پیغمبر نس کرد میگویم حضرت علی وصیه پیغمبر بود وصیه عادی دلیل قانع کننده قاطع نداشتن خودشون معتقد بودن بله بل. بل. مطرح نبود اون وقت بس وصیت پیغمبر می حدیث غدیر ببخشید در... حدیث غدیر رو برمان نسی جلی نمی اون در قرن اول در عهده دیدگاه امامیه نسل حدیث غدیر را محور استدلال خود در مسئله امامت و خلافت قرار میدهد شیخ مفید در کتاب المسائل جارودیه میگوید رسول خدا در غدیر خم امر ولایت و پیشوایی امت و تدبیر و سیاست را به علی سپرده و اطاعت او را همردیف اطاعت خود دانست او بود که علی را به دلیل شایستگی و بر تدیش بر دیگران به عنوان یار و وزیر و خلیفه خود قرار داده و برای دوران پس از وفات مقام امامت را نیز به وی سپرد این در کتاب المسائل جارودیه در کنار نست مشهور حدیث غدیر احادیث صریح دیگری نیز درباره امامت و خلافت امام علی مورد استفاده قرار گرفته است اما همگی آنها از منابع شیعی روایت شده است اما بعضی از محققین این روایت ها را مورد تشکیک قرار دادند و آنها را مجعول دانستند و حتی معنای سیاسی بر این روایت ها تحمیل شده است سید مرتضا در علم الهدا در کتاب الشافی فی الامامه تصریح می کند که هر چند حدیث غدیر خم مهمترین حدیث پیغمبر در زمین امامت است و چنانچه از حاشیه ها و اضافاتی که بر آن افزوده شده است بگذاریم نست آن تنها یک دلالت پنهانی و غیر صریح به امامت بشمار می آید میگه خب. نست خفی نه, نه نست جلی. جلی این سید مرتضا که از اعمده خب. مؤسسان نظری امامت چون این خیلی مدرک قوی هست که خود سید مرتضا اعتراف بکنه این نصف نس نست جلی نیست نست نس خفی و محتمل در کتاب از شافی بخش دوم دو صفحه 128 صفحه 128 بعد اگر متکلمین مذهب امامیه مانند شیخ توسی و شیخ مفید تنها شیوه تشخیص اسمت و امامت را نصوص الهی عنوان می کردن. اما آنان برای اثبات امامت امامت شماری از امامان چونی نصوصی را در دست نداشتند به عنوان مثال امامت امام سجاد زین عابدین از اهمیت خاصی نیز به عنوان حلقه اتصال امامت بعد از امام حسین به دیگر امامان برخوردار بود به هیچ حدیثی مستند نیست جانه از این رو نظریه پردازان فلسفه امامت الهی به شیوه های دیگری برای اثبات امامت متوسل شدن که مهمترین آنها وسیعت معجزات غیبی و دلالت های عقلی و استنتاجی است استنتاجی است نه یعنی ناس نداشتن بعد معجزات هیچ کدوم از این معجزات بله. ثابت شده نیست بیشتر حالت توهمات و نقل بله. روایات مجعول است که بله الا پس نصف... اینا گفتن عقل جانشین نسل اگر نس نیست عقل جانشین نس میگذارم از این مسئله بعدا عقل چطور پیدا میکنه چطور مشخص میکنه؟ چی کسی گفتم معجزه ده. معجزه جانشین عقل خوب. اگر نظریه امامت بعضی از نصوص را درباره امامت علی بن ابی طالب عرضه می‌دارند اما این نظریه فاقد هر گونه نصی درباره بقیه می میباشد لذا صاحبان این نظریه از وصیت‌های عادی امامان به عنوان دلیل امامت استفاده کردند و آن را جانشین نص قرار می‌دهد، میدهند و احیانا حتی دارای وصیت عادی نمی باشد آنگاه متوسل به دلیل معاجز غیبی و علم غیب میشوند و آن را جانشین وصیت قرار میدهند دهند چنانچه مثلا در مناظره حشام بن الحکم با مردشامی خب. که در آآ آآ سابقا بحث کردیم مطرح شد, مطرح شد دیدیم که قوی ترین دلیل اقامه, شدن شدن برای اثبات امامت صادق بازگو کردن غیبی جزئیات سفر مردشامی از سوی امام صادق بوده است هشام در طول این مناظره به هیچ حدیثی از پیغمبر برای اثبات امام، امامت جعفر صادق استفاده نمی،, نمی, کند بلکه کوشش می کند که مردشامی را با نشان دادن معاجز امام متقاعد سازد دلیل این ام این است که در آن دوره بله در آن دوره هنوز نظریه مذهب امامیه که امامت هر دوازده امام شیعه را بر گفتار و نص احادیث پیغمبر با ذکر نام مبتنه می هنوز متبرور نشده بود درسته. در قرن دو هنوز در زمانی که هشام امن حکم نقل می اون روایت در این حد پخته نشده بود دقیقا بس استناد به معجزات غیبی جهس جهت اثبات امامت در بسیاری از کتاب نخستین متکلمین شیعه تکرار شده است شیخ مفید در کتاب از پس از آن که ضرورت اسمت را بیان می کند می گوید اگر این اصول را ضروری بدانیم پس باید بپذیریم که تشخیص دادن امام از دیگر افراد رعیت تنها از طریق نص و یا معجزات خارق العاده امکان پذیر است نص نیست بس معجزات خارق, خارق العاده سید مرتضا در کتاب الشافی نیز در این باره اظهارات مشابهی را بیان می کند و شیخ, شیخ توسی در تلخیص شافی نیز معجزات دال بر امامت را تنها به جای حدیثی که امام را به نام ذکر کند برای تشخیص امام مجاز میداند علامه حلی در کتاب نهج الحق خوب نیز در اظهارات مشابهی میگوید اثبات امامت از دو طریق صورت میگیرد خوب. یکی با از طرف خداوند یا پیغمبر یا امام قبلی است دیگری مشاهده معجزات امام است خب نظریه پردازان مذهب امامیه نیاز به تشخیص امامت از طریق معجزه را نخستین بار در اثبات امامت علی بن حسین امام سجاد احساس کردند خب چرا که در هنگام نبرد کربلا حدیثی از امام حسین در مورد فرزندش نقل نشده بود وصیت امام حسین آنچنان که امام باقر و امام صادق بازگو کردن گویا خطاب به خواهرش زینب و یا دخترش فاطمه تنظیم شده بود از سوی دیگر در آن هنگام ادعای امامت و وسیعت از سوی محمد بن حنفیه و کنارگیری امام سجاد از صحنه مسائل سیاسی باعث گرایش گروه بسیاری از شیعه به سوی محمد بن حنفیه شد بلی که نبود, زین العبدی از این رو نظریه پردازان مذهب امامیه که بعدها امامت را منحصر به فرزندان امام حسین دانستند برای تسلسل امامت و مقابله با کیسانیان و حسنیان ناگزیر بودند استدلال دیگری را مطرح کنند بدین ترتیب واقع نگاران امامیه در روایات خود صحنه از مناظره امام سجاد با عمویش محمد بن حنفیه را تصویر میکنند که در آن محمد برادرزاده خود را به پیروی خود فرا میخواند اما امام سجاد او را برای حکمیت نهایی در مورد اقامت دلیل به نزد حجر الاسود میبرد خب طبق این روایت سرانجام حجر الاسود معجزه وار یک بار به زبان عربی فسیح به سخن می آید و امامت علی سجاد را تعیید میکند و از و از ابن الحنفیه طلب تبعیت به او می کند در زمین اثبات امامت باقر، امام صادق، امام کاظم و شماری از امام دی امامان دیگر نیز هر جا که نصوص مورد چندان محکم به نظر نمی رسید و یا اینکه که نامه های عادی تنظیم شده برای امامت و خلافت فرزند دلالت مستقیمی در پی ندارد چندین دانست های اعجازی به این امامان نسبت داده شده است از جمله آنها می توان به روایت های نقل شده که از ابو بصیر اشاره کرد می توان گفت که نظریه پردازان مذهب امامیه به تدریج معجزات غیبی را در اکثر موارد به مهمترین و قویترین دلیل اثبات امامت تبدیل کرده. بر اینکه که نبود یک مطلب اینجا استاد احمد یا چند مطلب؟ مطلب اول، چه کسی فرض بر این که سلم ناجدلن به تعبیر معروف، بلد. که معجزه دلیلیست بر امامت، بلد. ببخشید که معجزه از این امامان رخ داده، چه کسی گفته که این معجزه دلیلیست بر امامت؟ یعنی میگه بله این, این امام این معجزه داره در هوا میپریده سوار مثلا فیل میشده سوار فلان میشده تیل عرض میکرده هر بله. خب حالا چه کسی گفته که این معجزه دلیلی است بر امامت الهی بودن اینها نسی وجود داره؟ نه نسی نبود خب. این که ب... نسی نداشتن وسیعه هم نداشتن هیچ دلیل نداشتن میخواستن این امام سجاد مثلا ها. مربوط باشه به آره. سلسله من... ایمه بله. حالا من اگر با یک معجزه این, این لیوان خود به خود بالا آمد و من بدون اینکه دست به لیوان بزنم این لیوان اومد بالا و در دهن بله. من من آب خوردم خب آیا این معجزه ای که از من مثلا صورت بگیره دلیل بر این است که من امام هستم این خودش مستلزم یک دلیل دیگری است بله بله. درسته برای بله این صوفی... صوفی ها خیلی این... این اعمال ده... خارق العاده ای به نوی از اینو صورت میگیره پس اینا امام هستن دقیقا یعنی محل شاد فرسلم ناجدلن که معجزه از اینا صورت گرفته حالا ما نیاز به یک دلیل دیگری داریم که بگه هر معجزه و امر خارق العاده از یک انسان که صورت گرفت کرامات و غیر صورت گرفت دلیل بر این است که این امام هست این دیگه بله. خودش یعنی به تعبیری بله و بل بله. که تاریخ امامان شیعه یعنی خود عالم بودن امام بله. بودن عالم ربانی بودن اما خودشون ادعا نمی کردن که خودشون از معین شده از خدا دفیق. حتی در الکافی هم حدیث هست از امام صادق پرسیدن شما مفروض تا طاعه هستید از خدا گفت نه اصلا من چیزی نمیگم گفتن پیروان شما در کوفه همچین چیزی میگن من من, من نمیگم چیزی اینا بعدا درست کردن این ای همه این ها چطور نظریه دوازده امام درست بکنن نه همین قصه های مثلا حجر الاسود یا مثلا امام باقر از یعنی فیلی درست میکرد و سوارش به حج میرفت به عنوان آخرین مطلب ساد احمد بلد. آیا در این بار حتی یک روایت معتبر در مورد وقوع یک معجزه از امامان اسمشون بگذاریم وجود داره اصلا؟ یک کلمه نه اصلا نه علم غیب و نه معجزه غلات درس میکردن غلات نا. متأخر در قبل يج... چهارم ج... و پنجم دقیقاً اومدن یه چیزهایی درست کردن درباره ائمه و به نتیجه نمی یعنی امامان کجا هستن نه امامی داشتن نه یه بحث نظریه اصلا مثلا یوسف البحرانی کتابی می نویزی تحتانو مدینت المعاجز در بلی. پنشیش جلد بلی. یک سری روایاتی اساطیر واقعا اساطیر که بلی. اصلا در مورد پیامبر این ذکر نشده سی... و قرآن هم برای اثبات نبوت رسول الله اشاره به موارد معجزه زیاد نمی کنه. شاید مثلا اشاره به قرآن بشه من یک معجزه خودش یا موارد اما اینکه که مثلا موارد زیادی از رسول الله صورت گرفته بلی. ولی در قرآن اصلا عقلا عنوان... چطور به پیامبر به معجزه مثلا متوسط نشد دقیقا. اگر میخواست به حجر اسود نطب کنه یا بله. به همه مشرکین هم اسلام میوردن اسلام میوردن اما اینا درست کردن اصلا کی روايت كرده. کرده؟ اصلا در الکافی این روایت هست درست مسئله حجر الأسود. که بعدا در قرن چهارم اومدن یه چیزی درست کردن دقیقا برای خاموش کردن مخالفین بسیار ممنون گوستاد احمد الکاتب به پایین برنامه رسیدیم از شما بسیار سپاس که دارم از شما بینند عزیز که رو انتخاب کردین بسیار سپاس که تا دا قسمت گردید این برنامه خدا نگه شما ما دلیل تاریخی درباره باره اولادت امام مهدی ندانیم این چومه ای بیا آگر ده سالگی حوزه رفتم و عمامان پشیدم ایمان داشتم به فکر امامی اثنا عشری و صد کتاب خوندم به این نقاط من که امام مهدی تولد نشده و امامت هم نظریه اهل بیت نیست شعیان بعد عسكري. ده. فرقية از امام حسن عسکری هیچ چی ندیدن مگر یه فرقه از چارده فرقه به نام دلیل را نداشتن علمای شیعه هم خمس و زکا از مردم میترسن که بگن درست نیست